بسم الله الرحمن الرحیم. در لکچر قبلی ما سر پلاورا بس کردیم، گفتیم که او قسمت یا عبارت سوغشای است که ششها را چی کرده؟ پوشانده. و باز گفتیم که از دو طبقه یا از دو غشا ساخته شده است که وسرن پلاورا بود و دیگه هم پرتن پلاورا بود. حال سر شش ها بحث میکنیم. این شکل که شما میبینه عبارت از شکل شش ها، شش راست ما و هم شش چپ است و دمابین از او چیست؟ موقعیت قلب است یا او فضایی که مابین دو پلاورا است او را گفته بودیم میدیاستینوم است. و شما در لکچر قبلی هم خواندیم که تمام خون دیکسیجنیتیس که به قلب راست می آمد باز از رایت ونتریکل و طرف ششهایی خون دیوکسیجنیتد می رسید و دوجا خون کاربون دی اکساید از دست می داد، اکسیجن نمی گرفت و پس اکسیجنیتد بلد شما می بینید که از ششها پس به طرف لفت اتریوم می آمد، از لفت اتریوم به تمام بدن می رسد و اینی وریده که خونه اکسیجنیت ده به قلب میره یا پلمونری وین گفتیم و ای که از قلب خونه دیکسیجنیت ده میبره به شا ای چیست؟ پلمونری آرتری. اینی شکل ششه شما میبینه که زمانی که اینی تراخی هست وقتی که می باز به دو مین برکست تقسیم میشه و به طرف شش راست و به طرف شش شب می روید. خب یک شش، اگر شش راست و چپ ما دارای کدام ساختمان ها می باشه؟ شما بینید هر شش یکی اپکس یا قاعده داره می باشه، یکی اپکس یا اینی ضربه داره اینی قسمتش و یکی هم قاعده یا بیس داره و دیگر دارای دو سطح می باشه که او یکی سطح کوستالش است که به طرف امو کوستا متوجه است و دیگه هم سطح میدیاستینیوم که به طرف میدیاستینیوم متوجه است و دیگه دارای سه باردر میباشه، باردر قدامی، خلفی و سفلی. این شکل شما ببینید شکل شش هست. این سطحی که شما میبینید این سطحی که به طرف کوستا در ارتباط است ایره کوستا سرفیس گفتیم و اینی که به طرف میدیاستینیوم متوجه است طرف شما این مامنش میدیاستینوم است و او سطح از شش که به طرف میدیاستینوم متوجه است این سطح میدیاستین سرفیس میگه و گفتیم یکی داره اینی اپکس داره هر شش شش راست و چپ ما اینی یک اپکس داره و دیگه هم به طرف پایین قاعدهش یا بیسش است که به دیافراگم ارتباط داره و یکی اینی کنارش است کنار قدامی و این هم کنار سفلیش است و به طرف خلف کنار خلفیش است. در این شکل خوب معلوم میشه اینی سرفیسی که شما میبینید اینی اسکولام سرفیس هست، ای که از میدیاستینال سرفیس هست و به طرف اینی که میبینید بیس هست و هی هم اپکس شش هست. اینی کنار که میبینید برات از کنار قدامیش هست و اینی هم بسر کنار خلفی و اینی هم کنار سفلیش هست و اینی کنار سفلی اینی کنار سفلیش است که همی قاعده یا بیس از کوستال سرفیس جدا میکنه و باز پاستیریور انتریور چی که است کنار که است یا پاستیریور و انتریور باردر ای سطح میدیاستینوم میدیاستین سرفیس از کوستال سرفیس جدا میکنه. خب دیگه هیلیوم آف لانگ است. در سطح میدیاستینوم اینی قسمت از شش ها که دوجه باز امی شریان ها دو داخل میشه و یا وارید ها از میبره و دیگه ای که امو تراخی ها که میه با برنکس ها تقسیم میشه اینی قسمت بنام چی یاد میکنه؟ هیلیوم آف لانگ یاد میکنه. و کدام ساختمان ها است که در این قسمت شش داخل میشه؟ کدام ساختمان هاست؟ یکی پلمونری آرچ است، پلمونری وینز، مین برانکاس، برانکل ویزال و نرف و
لیمفاتیک ویزل هاست که در همین قسمت 6 به 6 ها داخل میشه. شما در این قسمت ببینید که اینی پلمونری آرتری است به 6 ها داخل میشه و پلمونری وینس که خون اکسیجنیت داره ای از 6 میبره. خب اینی پلمونری آرتری از کجا میامد؟ از رایت وینتریکل به 6 ها میامد، خون دی اکسیجنیت داشت و این پلمونری وینز که خون باز یک در شش ها کربن دی اکساید داد اکسیژن نگرفت، پس خون چی میشه؟ اکسیژنیت میشه و این خون اکسیژنیت توسط پلمونری وین هم از شش راست و هم از شش چپ ما به کجا میرفت؟ به لفت وینتریکل میرفت. شما در اینجا میبینید این پلمونری وینز پلمونری آرتری پلمونری آرتری که است با قسمت بالاست و پوینتر از این پلمونری وین قرار داره و در خلفتر از این یا کس در قسمت خلفی باست اینی برانکس ها موقعیت داره. و دیگه ای که حساب واگس که میه و حساب رایت واگس و لفت واگس، حساب واگس که میه از قسمت خلفی از اینی هیلوم وافلان میگذاره و حساب فرینیک باست از قسمت قدامی امی هیلوم وافلان میگذاره. دیگه رایت لنگ است یا شش راست ما، اینی و این شش راست دارای سه لوب می باشه و دو فشار می باشه. کدام سه لوب از این؟ یکی سپیریور است، میدل لوب و انفیریور لوب و فشاری که است یکی ابلیک فشار یکی هوریزنتال فشار. اینی که شما می بینی شش راست ماست و اینی فشار که شما می بینی عبارت از ابلیک فشار است که و این هم هوریزنتال فشار که هوریزنتال فشور سپیریور لوب از میدل لوب چی میکنه؟ جدا میکنه و انفیریور لوب که به طرف امیت خلف میره ایک چی میکنه؟ ای همی سپیریور لوب از انفیریور لوب جدا میکنه. خب دیگه در اینی سطح این سطح شش راست ما که این سطح که میبینی ایکی از کوستال سرفیس شست و اینی هم میدیاستینال سرفیس. شما اینجا میبینید که میدیاستینال سرفیس در این طرف متوجه نه این میدیاستینال سرفیس است. خب حالا یک کدام ساختمان است که در امین سطح میدیاستینال سرفیس با شش ها در ارتباط است؟ شما اینی دو شکل ببینید اینجا که اینی شش کس در سبا با قلب با ارتباط است، یعنی با طرف قلب است چسبیده است. خب ما اینجا جدا کردیم میره و شما دیگه جدا جدا میبینید، پس میبینید که کدام ساختمان هاست که در سطح میدیاستین سرفیس یا در سطح اونسی شش ها موقع داره. شما ببینید یکی خود هرت یا قلب است که در سطح میدیاستین سرفیس یا در سطح اونسی شش دیده میشه. دیگه سپیریور ناکاواس، انفیریور ناکاواس، ازوگاس وین، ازوفاگاس و سابکلاوین آرتری. در این قسمت ببینید این را که جدا کردیم پس اگه ایره پس بچسبانه به این، خب این با همین ششه به طرف قلب بچسبانه و خب حال ما چی کردیم؟ ایره جدا کردیم به شما دیگه نشان میتیم. ببینه یکی از یکی سپیریور ناکاوا سیس و این هم انفیریور ناکاوا به سطح اونسی شش راست ما چی است؟ مجاورت داره. دیگه هم شما اینجا ببینید که ازوفاگاس است و این قسمت تراخیاست به سرش ازوفاگاس است که به طرف پایین میه. این ازوفاگاس ها به طرف همین شش راست ما اینجا مجاورت داره. خب دیگه ای که در قسمت کنار قدامی که در قسمت بالای شما ببینید که این سابکلاوین آرتری که میه در این قسمت و این سابکلاوین آرتری هم در اینجا باز یک چیره میسازه یک قوس هم میسازه. پس کدام ساختمان هاست که در سطح اونسی یا میدیسین سرفیس رایت لانگز موقع داره؟ ببینید سپیری و ناکاواز، انفیری و ناکاواز، دیگه هم ازایگاس وینس کمیه و دیگه هم چی هستن؟ خود سابکلاوین آرتری و ازوفاگاس. دیگه هم لفت لانگز، لفت لانگ ما در سبازیز دارای دو لوب می باشه و این دو لوب توسط ابلیک فشار با هم شده جدا شده. این نیره که ما می نبارد از ابلیک فشار است و این ابلیک فشار ما
لفت لانگ ما را با دو لوب تقسیم میکنه، یکی سوپیریور است یکی هم انفیریور لوب است. و در این سطح همی سوپیریور لوب این قسمت شما ببینید که ساختمانی که دمیشه ناچ که دمیشه ای به نام چی یاد میکنه؟ کاردیاک ناچ یاد میکنه. چرا؟ که در این قسمت ای کاردیاک ناچ تو یاد میشه قلب است نه؟ قلب بیشتر به طرف چپ موقع داره و اینجا که به طرف امی قلب که به امی سطح لفت لانگ چی میشه؟ میچسبه در این قسمت یک ناچ به وجود میاره که یه کاردیاک ناچ یاد میکنه. و دیگه ای که شما اینجا ببینید که شش راست ما بزرگتر از شش چپ ماست، چرا که یک قسمتی از شش چپ در اینجا قلب داخل میشه و ای باز کم است و شش راست ما بیشتر یا سطحش زیاد است. خب حالا ساختمان هایی که در وجه این سی شش چپ چی داره؟ موقع داره. خب شما اینجا میبینید که باز همین شش چپ ما هم چی کده؟ قلب پوشانده به طرف امی قلب چی هستن؟ در کلوز یا ارتباط نزدیک با قلب باره. و حال کدام ساختمان هاست که امی قسمت های قلب تیله میکنه یا در قسمت ها چی هستن؟ موقع داره یا مجاورت نزدیک در سطح میدیاستینیل شش راست چی داره؟ شش راست موقع داره. و او از دو جمله از دو ساختمان هایی که در سطح اونسی با قلب با شش راست ما مجاورت داره. شما اینجا ببینید که زمانی که آورتا چیکرد منشا گرفت از کجا؟ از لفت انتقال که آورتا منشا گرفت، اینجا ببینید یک قوس آرت آف آرچا هست که با شش چپ ما چی داره؟ مجاورت داره. دیگه که به طرف پایین که به می قسم میرسه با تراسیک آرتا تبدیل میشه ای. و دیگه هم ساختمان هایی که ایجش مام ایزوفاگس هست که ای ایزوفاگس که بین شش راست و شش چپ بود که هم با شش راست مجاورت داشت و هم با شش چپ مجاورت داره. و دیگه که در این کنارش ببینه که چی هستن؟ لفت سبکلاوین آرتری که چی میشه؟ با مقسمی شعبه گرفت از می لفت سبکلاوین آرتری باز ای لفت سپلیمن آرچی با کجا میره؟ با اگزیلا میره. و اینی ساختمان هاست که با شش چپ ما مجاورت داره. خب اگر یک سطح اونسی یا میدیاستینال سرفیس ششش ما ببینه اینی قسمی چی هستن؟ گروف ها داره یا همه قسمی قسمت های عمیق داره. اینی ببینید که اینی گروف اینی قسمت گروف که هست گروف آرت بخاطر چی هست؟ آرچ آف آرت هست. اینی سطح اونسی اگر شش چپ شما ببینید یکی گروف دیجا داره. این گروف بخاطر چی داره؟ که آرچ آف آرت ها که از قسمت میگذره و اینجا باز یک گروف ایجاد میکنه. و دیگه ای که به قسمی این گروف دیگه که داره گروف آر دسندنگ آرت ها داره که دسندنگ آرت ها به این چی هستن؟ در مجاورت است. و دیگه هم شما اینجا ببینید که گروه فارس چی داره؟ سپلیون آرچی داره. و دیگه ای که با خود قلب که همین قسمت قلب چپ ما لفت وینتریکل که ایره چی میکنه؟ دفرس میکنه. و اینجا چی داره؟ کاردیاک امپرسشن بخاطر قلب داره. این شکل ببینید شما افتمه و اینجا این گروه فایش. خب دیگه موضوع دیگه ای که چطور ما معلوم بکنیم در سطح امی چست وال ما موقعیت شش ها که در امی سطح چست وال ما موقعیت شش ها در کجاست؟ چطور معلوم بکنیم که امی هر لوب از در سطح چست اگر معلوم بکنیم که هر لوب در کجا موقعیت داره و زمانی که اگر خواسته باشیم که استراتوسکوپ بانیم آوازهای قلب بشنویم چطور ما بفهمیم که ما کدام لوبه آوازهای کدام لوبه ما میشنویم یا کدام لوبه ما ازغا میکنیم یا اسکلوتیشن کدام لوبه میکنیم؟ و حال چطور باید فهمیم که امین لوبه ها در کجا موقع داره؟ خود امین موقعیت چست امین موقعیت شش ها در کجاست؟ ایر از سطح امین چستوال اگر معلوم بکنیم چه قسمی معلوم میکنیم؟ شما این قسمت رو ببینیم این قسمت چی هستن؟ اگر دوی برسی اونسی کلاویکل اگه بگیریم دو الا سه الا چهار سانتی متر
اما قسمی بالا بریم از این قسمت سیس این قسمت یک خط شما کش بکنید بیایی به کجا با سترنو کلاویکول جانت از اینجا که آمدین پس بیا یک خط همه قسمی کش بکن به کجا بیا با سترنال انگل سترنال انگل که آمد این قسمت ما فاصله بین نزولی دوم است این فاصله بین نزولی دوم به همه قسمی حساب کده برو فاصله بین نزولی دوم سوم چهارم پنجم تا به کجا تا فاصله بین نزولی یازدهم خب این خطی که ما کش کردیم با سترنال انگل آمدیم کمک به این طرف سیست و از سترنال انگل باز خط میمه به کجا میم با این قسمت به کدام قسمتی که با ضعفوی جوانت یا او قسمتی از باری آف سترنوم که با ضعفوی چی میشه؟ افصل میشه اینجا که آمدیم پس ما میاییم به طرف کجا؟ با مید کلاویکول لین که آمدیم دوستو عزیز با مید کلاویکول لین این قسمت فاصله بین نزولی چندم است؟ هشتم میشه بعد از فاصله بین نزولی هشتم بیا به طرف کجا؟ با مید اگزیرال لین با مید اگزیرال لین که آمدید این قسمت این فاصله چندم است؟ فاصله تا فاصله بین نزولی دهم بعد از این با امید قسمی به طرف خلف این خط ما را کش بکن و تا با چی کجا برسه تا با رپس 12 از رپ 12 که رسیدی پس با قسمت خلفی بسر برو و اینی خط دیجا وصل کن اینی موقعیت کل چی شد؟ بلورال کویتی امی شش شد خب و دیگه که شما اینی جبی بینید در سبازی که امی گفته بودیم که اینی در تنفس عادی شش ما با امی قسمت یا قسم مکمل امی بلورا کویتی را اشغال نمیکنه قسمت چی میمونه خالی میمونه شما اینی جا ببینه وقتی که اینی خط ما به ضعفوی جوانت رسید این خط ما چی میکنیم میم کش میکنیم با مید اگزیرال لین که رسیدیم با فاصله بین نزولی چندم ششم بعد از او مید اگزیرال لین رسیدیم با فاصله بین نزولی هشتم و همه قسمی خط به سر میره تا با چی تی دوازده شما اینی قسمت ببینید دکتر عزیز که بین فاصله ششم تا هشتم و این قسمت ببینه فاصله بین نزولی مید کلاویکول لین از هشتم تا دهم اینی قسمت که چی هستن پلورال کویتیس اینی قسمت خالیگاه است اینی خالیگاه را ما گفته بودیم که چی است کوستو دیافراگماتیک ریسیس است که ششها در اینی قسمت ها تا اینی قسمت چی میشه داخل نمیشه خود ششها تا به کجا میرسه تا به اینی قسمت دوستای عزیز تا به رپس هشتم میباشه رپس ششم تا مید کلاویکول لین و تا رپس هشتم در کجا در مید اگزیرال لین و با این قسمی پیشتر اگر این خط ما بریم پیشتر رسم بکنیم تا به تی دوازدهم تا این قدر موقعیت کل شش هاست در سطح چست وال خب این قسمت شما ببینید دوست عزیز این کلاویکول ماست خب اولی که موقعیت کل شش راست و شش چپ در سطح چست وال معلوم میکنیم و بعد از این با سر لوباش پاس میکنیم خب و این قسم گفتیم که قسمت دوبرسی اونسی کلاویکال نسی الا 4 سانتی متر بالاتر برو سیز ای که اپکس چی هست؟ اپکس لانس هست و باز بیا به طرف خب به طرف کجا میز این سترنل انگل به سترنل انگل که رسیدی باز یکمه که به طرف اونسی سترنوم خط کش کن با این قسمت به کجا بیا ضعفوی جوان بیا از ضعفوی جوان که با آمدی در مید کلاویکول لین اگه خط ما رسم بکنیم با کجا بیا با رپس ششم و تا باز مید اگزیرال لین بیا با کجا با فاصله بین نزولی هشتم با خب می باشید با فاصله بین نزولی دوام از جا باز با این قسمی برو با تی چند این خط ما را رسو کن تی دوازده این باز این خط ما پس این قسمی به طرف چی میبریم کدا میبریم تا با این خطی که اول شروع کرده بودیم به جا وصل میکنیم این کل شش شد سه شد فضای شش شد امرای پلاورای کبیتی ولی این قسمت ما گفته بودیم کسیتی افراغماتیک ریسی هست که شش دیجا تا این قسمت نمیرسه شش در کجا میرسه این خط ما را اگر بیاییم رسم بکنیم با مید کلاویکول لین بیا
به خط به فاصله بنزلی چند؟ 6. از بعد از مد اگزیلر لین به فاصله بنزلی چند؟ 8. با سر باز ایره واصل بکو با چی؟ با تی ده. این قسمت چی شد؟ مکمل 6 باز میشه. خب ده ما شما در این شکل میبینید این سوپیریور لوب ماست و این هم میدل لوب و این هم انفیریور لوب است. و اگر با از طرف جانب ببینیم این یکی از سوپیریور لوب است و این هم میدل لوب و این هم انفیریور لوب. این شش راست ما شد. خب دیگه ای که دوستان عزیز اگر با طرف چپ ما با طرف چپ موقعیت مکمل شش ما نشان بدیم چطور؟ بازم از این قسمت انسی دو بستی انسی کلیویکل برو 2 سانتی متر بالا خط ما را کش میکنیم با کجا می بسترنل انگل باز به طرف با فاصله بنزولی چهارم با فاصله بنزولی چهارم که رسیدی کم به طرف رسم میشه. چرا که این قسمت قلب است؟ نه باز این قسمت کاردیاک ناچ میه و این یک باز رسیدی به همه قسمی با فاصله با مد کلیویکل لین در فاصله بنزولی 8 میشدی باز در مد اگزیلر لین در فاصله دوام با همه قسمی تا تی 12 و این چی شد؟ مکمل قلب مکمل سطح 6 شد. خب و گفته بودیم که باز این قسمت هم کوست دیافراگماتیک ریسس میشه، یعنی شش تا به این قسمت با این نمیرسه، شاد کجا تا کجا میرسه. این خط ما کشیدیم پس به این قسمت میایم وسترا پلورا رو با شما رسم میکنیم و بعد از اون به فاصله بنزولی ششم با مد کلیویکل لین باز با فاصله بنزولی هشتم مد کلیویکل لین باز به این قسمی تا تی چند؟ تی ده. یعنی دمیکوس دیافراگماتیک ریس که شما میبینید بین چند فاصله چند تا چند میه بین اگر مد کلیویکل لین حساب بکنیم از 6 تا 8 از اگر مد اگزیلر لین حساب میکنیم از فاصله بنزلی 8 تا دوام این قسم دو فاصله بنزلی برشان چی هستن فرق وجود داره و این قسمت شش که شما میبینید سوپیریور لوب است و این قسمت شش که شما میبینید انفیریور لوب میباشه. خب حالا چطور ما سطح سوپیریور لوب یا انفیریور لوب یا هم میدل لوب در شش راست و همچنان سوپیریور لوب میدل لوب در شش چپ ما چطور از سطح چستوال چطور معلوم بکنیم که کدام قسمت ما کدام لوب ماست و اگر استراتوسکوپ ما میمانیم در قسمت ها چطور بفهمیم که ما حالا کدام آوازهای کدام لوب ما میشنویم؟ سعیست این رو بر شما را معرفی میگیریم. خب در این شکل این قسمت کدام است؟ این هم خلف است، این هم از جوانب قسمت های جوانب شما میبینید. خب در چه وزید این قسمت راست ماست، این هم چپ ما قسمت راست ما. اگر از سپاینال پروسس فقره پنجم تی پنج سعیست اگر از این شما یک خط با قسمت مایل رسم بکنید و از خلف به طرف قدام پیش برید سعیست این قسمت خلفی ماست، این قسمت ما این خط رسم کنید تا اینجا آمدن پس دور داد قسمت جنبی از جانب ببینید پس از اینجا باز با میم با فاصله بنزولی پنجم از فاصله بنزولی پنجم میم با کوستال کارتریج زول چندم میم با ششم میم سعیست و ششم میم این قسمت جانم باز پس ایره دور میتونم به طرف قدام میم پیش میم اینی جقم از طرف قدام اینی شما ببینی اینی خط مکمل چی هست؟ آبلیک فریشوز این شد آبلیک فریشور ما سعی شد اینی آبلیک فریشور شد که این آبلیک فریشور همین شش راست ما با دو لوب تقسیم کرد یک اپر لوب شد یک هم لاور لوب شد سعی شد. حالا اگر یک خط دیگه از فاصله بنزولی چهارم از این قسمت از ترنوم رسم بکنیم و ای خط یا ما کت چی وصل بکنیم کت آبلیک خط آبلیک ما پس اینی چی از هوریزنتال فیشور ما شد ای هوریزنتال فیشور که شد ایجاد که شد شما در اینجا ببینیم سعیست ای آبلیک فیشور خوب و ای هم هوریزنتال فیشور پس
شش راست ما به چند لوب تقسیم شد؟ سه لوب تقسیم شد که اینی قسمت سوپیری لوب شد، باز میدل لوب شد، انفیری لوب شد. از جانب ببینی سوپیری لوب شد، میدل لوب شد و انفیری لوب شد. پس به این قسمت ما میتونیم که موقعیت امی لوب ها را در سطح چستوال رسم بکنیم. خب دیگه از شش چپ چطور رسم میکنیم؟ خب دیگه باز هم از امی فاصله از فقره پنجم از پنل پروسسس شما یک خط رسم میکنه به طرف ابلیک اون قسمی با فاصله با ابلیک می در قدام با فاصله بنزولی پنجم میرسه. در اینش قسمت این قسمت خلف و در قسمت پیش رفتن نه با فاصله بنزولی پنجم که رسید می امی خطا با کوسر کارتریج نزول ششم میرسیم و اینی ابلیک فریشور ماست که شش چپ ما را تقسیم میکنه با سوپیری لوب و انفیریر لوب. خب در اینی شکل باز هم به شما نشان داده که اینی جمعیمونه رایت اپر لوب ماست، رایت میدل لوب ماست و رایت لول لوب ماست و طرف چپ رایت اپر لوب، رایت لور لوب. و از جوانب شما ببینید این قسمت صحیح چپ ماست، لفت اپر لوب، لفت لور لوب. و از خلف ببینید لفت اپر لوب، لفت لور لوب. و اگر دیگه لوب های شش چپ را شما ببینید این قسمت از جانب رایت اپر لوب است، رایت میدل لوب و رایت لور لوب. و از خلف ببینید رایت اپر لوب، رایت لور لوب. خب چطور رسم میکنیم این خطا را و چطور لوب ها را نشان میدیم که بیشتر در شکل دیگه سرازی بحث کردیم. خب اگر اینجا باز هم نشان بدیم شما اینیش ببینید موقعیت کل شش صحیح یک خط همه قسمی رسم بکنین بیای به افسران ننگل از یکی آمدین باز بیای به کجا با این قسمت کجا با ضعفوی جان بیای باز اینی خط هم به همه قسمی پیش بیای صحیح با فاصله بنزولی ششم باز همه قسمی برو با مید کلیوکولر لند که رسیدی. خب با مید کلیوکولر لند که رسیدی در فاصله ششم و مید اگزرل لند که رسیدی در فاصله چندم هشتم دیجه که رسیدی پس باز این قسمت است نه پس به جوانب و ایجه که رسیدی پس بیا با کجا با چی با تی ده این قسمت تی ده است و این خط باز باید با خودم برو کل سطح شش چی میشه؟ رسم میشه. خب اگر آل لوباش رسم بکنیم چطور لوبا رسم میکنیم؟ خب این قسمت ما گفتیم شروعش از کجاست؟ از این قسمت حساب بکو تی پنج میشه از پنل پروسسی خط رسم کو بیا 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 به طرف مایل اینجا صحیح شد اینجا که اومدی بیا هم قسمی به وصله بنزولی رو تای بکو بیا به ششم بیا به طرف جانب وقتی که اومدی بیا هم باز به طرف قدام بیا این قسمت اینی خط ببینی اینی در جانب است ما اینجا باز دور داده به قسمت قدام ببینی میایم کوسر کارتلیج ششم و اینی چی شد؟ ابلیک فیشور شد که بازی ابلیک فیشور این قسمت یکی شش مارا تقسیم کرد بر رایت اپر لوب و رایت لور لوب و دیگه این طرف ببینید به جانب رایت اپر لوب رایت لور لوب و دیگه خط دیگه رسم میکنیم از فاصله بنزولی چهارم میایم که اینی دو لوب فیشور رو با هم چی بکنه یک جا بکنه این دو خط با هم یک جا بکنه اینی هوریزونتال فیشور ماست که با اینی چی یک جا میشه با امی ابلیک فیشور ما یک جا میشه و شش یک چی را میسازه اینجا رایت میده لوبه میسازه و امی قسمی اگر طرف چپ رسم بکنیم امی قسمت چپ ماست بازم از امی تی پنج از پنس پراسس ازی شروع بکنه بیای به طرف مایل امی قسمی از خلف و طرف قدام پیش بره اینجا ببینیم به طرف جانب ما ایره نشان دادم اینی شکله پس بیایی به طرف جوانب به طرف مایل میایی فاصله بنزولی پنجم تا به کسر کارتریج ششم میرسی اینجا ببینی باز قدام پس دار دادم یعنی خط است نه به طرف قدام پیش میایی تا اینجا صحیح شد و اینی چی شد؟ ابلیک فیشور ما شد که شش ما چپ ما را تقسیم میکنه دیجا ببینی با اینی خط همی خط است که
از خلف آمدم به جانب، از جانب پس به طرف قدام رفتم. ای رایت اپر لوب رایت می باشه لفت اپر لوب با لفت لاور لوب. و ای جبی بینی لفت اپر لوب لفت لاور لوب و ایسه هم طرف جنبیش بود، ای هم قدامیش لفت اپر لوب با لفت لاور لوب. بای ترتیب با همی خطای ساده آسان، طریقه آسان شما میتونه که در سطح سوال موقعیت لوب ها رو معلوم بکنید. و حالی که شما استراتوسکوپ میمانه شما میفهمید که این استراتوسکوپ ما سر کدام لوب بود، ما آوازهای کدام لوب میشنویم. اینجا ببینید از طرف خلف شما ببینید اینجا استراتوسکوپ مانده شده اپکس شست، این هم کدام سپیرو لوب و این هم انفیرو لوب. و از طرف قدام شش راست ببینید این قسمت بالاتر از کلیکان ای اپکس ما شد و این هم سپیرو لوب و این قسمت میدل لوب و این هم انفیرو لوب است که شما چی میکنید؟ از کلیت شنک میکنید. ببینید این شکل هست سیست اپکس هست رایت اپر لوب هست میدل لوب انفیرو لوب این شکل. خب در سوازی ما گفتیم که یک شش یکی اینیش دو شش ماسک با بین از یاد چیست میدیست شنیم هست. و ای گفته بودیم که یک شش یکی اپکس داره، این قسمت شش شما بینی اپکس شست، این قسمت اپکس شش هست و ای هم قاعده شش هست، این مکمل ای قاعده شش هست. و دیگه گفته بودیم که یک شش سه کنار داره، این کنار قدامیش هست سیس، این کنار قدامی و این هم کنار سفلیش هست. و طرف خلف بریم این هم کنار خلفی شش می باشه، این کنار خلفیش هست. و دیگه گفته بودیم که یکی کوستال سرفیس داره، این قسمت مکمل شما ببینید این کوستال سرفیسش هست، مکمل شما ببینید این سطح این کوستال سرفیس هست. و دیگه هم گفته بودیم که میدیستینال سرفیس هست. اگر ما این شش چپ هارد بکنیم میبینید که این شش هست، این هم میدیستینال سرفیس هست. و این ساختمان که شما میبینید یکی از هلیوموف لانز هست که همه شیران ها و ریت ها بایی میایه و مین برانکس ها و اعصاب. خب دیگه ای که ما گفته بودیم که رایت لوب دارای چند فشور میباشه و این رایت لوب ما دورین دارای سه لوب است. شما اینی جا ببینید اینی هم سپیری لوب است، این هم ببینید سپیری لوب و این هم میدل لوب و این هم انفیریور لوب ما میباشه. و این چطور ایجاد میشه شما ببینید اینی فشور که شما ببینید اینی فشور که شما ببینید عبارت است ابلیک فشور است. این ابلیک فشور از کجا شروع میشه؟ سایک دکتر سوی عزیز از کنار خلفی یا از باردر پاستیجر باردر که شروع میشه و همه قسمی هی میه پیش میه ای خط هایی فیشور که پیش آمد با کجا میه با انفیریور باردر واسه میشه. و شش ما را تقسیم میکنه با سپیریور لوب سایس سپیریور لوب و انفیریور لوب. دیگه گفتیم که داره هورزنتال فیشور میباشه، اینی فیشور که شما میبینید اینی فیشور عبارت است horizontal fissure است که این horizontal fissure از کنار قدامی یعنی از قسمت متوسط کم پوینتر از جایی که شروع شد میامیه با اینی oblique fissure چی میشه؟ یک جا میشه. اینی چی است؟ oblique fissure است که با اینی oblique fissure که یک جا شد شش ما را تقسیم میکنه با یعنی و ای چی میکنه؟ همی superior lobe باز از middle lobe جدا میکنه و از پوینتر با از inferior lobe جدا میکنه. و دیگه گفته بودیم که رایتس لانگ بود که اینی رایتس اینی قسمت که شما میبینید عبارت است کاردیاک ناچ است که چون شش قلب یک قسمت موقع داره و قلب اینی قسمت چی میکنه؟ دیفرس میکنه. و دیگه گفته بودیم که شش چپ ما داره یک چی میباشه؟ سپیری لوب میباشه و انفیری لوب میباشه و اینها توسط اینی فیشور که ما میبینید ابلیک فیشور توسط از این فیشور جدا میشه. و دیگه گفته بودیم که شش ما
این قسمت ششک شما میبینید روت آف لانس هست یا گینی ساختمان ها که در ایشش داخل میشه. شما ببینید که چی هستن پلمونری آرتیس دو پلمونری وینز و اینی هم مین برانکاسما پرایمری برانکاسما.